سلام، به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. در برنامه امروز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در ژنو انجام شد. این مذاکرات بعد از ظهر چهارشنبه با گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اقامتگاه سفیر ایران در ژنو آغاز شد. نخستین روز از این مذاکرات بیشتر به دیدارهای گذشت که درباره جزئیات توافق احتمالی بود. سخنگوی کاترین اشتون هم با مثبت خواندن مذاکرات مقدماتی در روز نخست گفت 5+1 در مذاکره با ایران موضع واحدی دارد. احتمال می‌رود امروز طرفین به توافق برسند. در چارچوب دور جدید مذاکرات ژنو، وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته با یکدیگر گفتگو کردند. آقای ظریف به خبرگزاری ایسنا گفت که پس از دیدارش با خانم اشتون مذاکرات بین هیئت‌ها به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه آنها امروز نیز ادامه خواهد داشت و هیئت ایرانی با هیئت روسی هم دیدار خواهد کرد. همچنین هیئت ایرانی پس از دیدار با هیئت اتحادیه اروپا نهایتاً دیداری هم با هیئت آمریکایی داشت. آقای ظریف افزود که به طور جداگانه با نماینده چین نیز دیدار کرده است. سخنگوی کاترین اشتون هم مذاکرات روز نخست ایران و 5+1 را بسیار مثبت خواند و گفت که مذاکرات اشتون و ظریف درباره جزئیات بوده است. مایکلمان با اشاره به اختلاف باقی مانده میان ایران و گروه 5+1 ادامه داد: ما در این مذاکرات درباره اختلاف نظرهایی که باقی مانده است صحبت می‌کنیم. سخنگوی اشتون روند مذاکرات را طولانی توصیف کرد و با نفی اختلاف نظر میان 5+1 گفت ما متحد هستیم و متحدانه با ایران مذاکره می‌کنیم. ما با اراده مثبت به اینجا آمدیم تا نتیجه خوب بگیریم. در همین راستا ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفته است که این مذاکرات فرصتی تاریخی است. وی ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی در این مذاکرات به دست آید. هگ که به ترکیه سفر کرده است در کنفرانس خبری با همتای ترکش گفت که هنوز فرصت برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. او با تاکید بر وجود اختلاف نظرها در مذاکرات با این همه تاکید کرد که این اختلافات قابل حل است. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت که موفقیت مذاکرات هسته‌ای به نفع همه کشورهای منطقه و جهان است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت روی میز مذاکرات تهدید هیچ وقت نمیتواند تاثیرگذار باشد. وی همچنین گفت در صورت تهدید مردم باز هم مقاومت و ایستادگی می‌کنند. هفته گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به اسرائیل سفر کرده بود. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از همکارمان محمد رضا شاهید در پاریس جلب می‌کنم. سفر 2 روز و نیمه آقای فرانسوا اولاند به اسرائیل و مناطق فلسطینی پایان گرفت. در مورد این سفر 2 سخنرانی بسیار مهم رو شاهد بودیم. یکی در رام الله که حدود 5 ساعت آقای اولاند در اونجا بود و دیگری دیشب در کنیسه یا پارلمان اسرائیل. روزنامه پاریزی هم در مورد سخنان آقای اولاند می‌نویسد وقتی که آقای اولاند در مورد برنامه هسته‌ای ایران میگفت آقای نتانیاهو از شادی در آسمان ها بود، به این دلیل که کمی دیرتر در چند ثانیه آینده بخشی از سخنان آقای اولاند رو به اتفاق خواهیم دید. روی هم رفته سفر در مورد صلح فلسطین و اسرائیل و پیشنهاد آقای اولاند در مورد داشتن اورشلیم به عنوان یک پایتخت و داشتن 2 دولت و دیگری در مورد برنامه هسته‌ای که آقای اولاند گفت که ما در کنار اسرائیل و دوست ملت اسرائیل هستیم. Vous savez quel est l'hommage qui vous est rendu chaque fois que vous venez en France, et c'était il y a quelques mois à Paris, comme homme de paix et comme responsable du peuple israélien depuis tant d'années. آقای اولاند گفت من مانند فرانسوا میتران، شیراک و سارکوزی به اینجا آمدم تا دوستی و مودت فرانسه و اسرائیل را یاد بیاورم. آقای اولاند آشکارا گفت تا زمان که پرونده هسته‌ای ایران روشن نشود هیچ یک از تحریم‌ها نیز نخواهد شد. آقای اولاند همچنین در رام الله و در گفتگو با آقای محمود عباس گفت که دشواری‌های هر دو طرف را می‌داند و گفت اسرائیل بایستی به شهرکسازی ها در این اراضی پایان بدهد. آقای محمود عباس هم خواست که درباره سرنوشت میلیون ها پناهنده و مهاجر فلسطینی تصمیم گیری های جدی بشود. فرانسه 9 میلیون یورو به فلسطین کمک خواهد کرد تا کنفرانس دیگری در این راه هدف تشکیل بشود. در مورد سخنان آقای اولاند که سخنرانی حدود 15 دقیقه‌ای بود، بخشی رو که به ایران مربوط میشد به اتفاق خواهیم دید. Sur le dossier iranien, la France considère que la prolifération nucléaire est un danger, est une menace, et en Iran tout particulièrement. Une menace sur Israël, oui, une menace sur la région, à l'évidence, une menace pour le monde entier. شما از ایران گفتید، از مذاکرات صلح گفتید. من دوستی و پیوندهای کشور ما را می‌بینم. در مورد ایران، فرانسه برنامه‌های ایران را یک خطر و یک تهدید می‌داند. بله، تهدید برای اسرائیل، برای منطقه و تهدیدی برای تمام جهان خواهد بود. در مورد آنچه که در مورد این سفر دیده‌ایم و شنیده‌ایم مطالب بسیار است، اما با محدودیت زمان در گزارش‌های بعدی به اون احتمالاً خواهیم پرداخت. پاریس، تلویزیون ایران فردا. در پی سخنان روز چهارشنبه 29 آبان ماه آیت الله علی خامنه‌ای علیه آمریکا و اسرائیل، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در نشست شورای وزیران این کشور سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول خواند. رهبر ایران ساعتی قبل از آغاز مذاکرات ژنو 3 با لحنی تند به آمریکا و اسرائیل حمله کرد و از القابی مثل سگ، نجس، نامشروع، غاصب و متجاوز برای این کشورها استفاده و با اشاره به مذاکرات بر حقوق هسته‌ای ایران تاکید کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واکنش به تازه ترین حملات آیت الله خامنه‌ای به کشورهای غربی و اسرائیل از ایران خواست که به پرسش‌های مطرح درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد و دست از اظهارات تحریک‌آمیز بردارد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 29 آبان در جمع بسیجیان حملات تند و کم سابقه ای را علیه کشورهای غربی و اسرائیل بر زبان آورد. وی با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفت که جمهوری اسلامی ذره‌ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. رهبر ایران همچنین با لحنی بسیار تند و شدید به آمریکا و اسرائیل حمله کرد و از القابی مثل سگ نجس سهار، نامشروع، اشغالگر، غاصب، متجاوز و مستکبر برای این کشورها استفاده کرد، اما پس از آن به اعضای بسیج توصیه کرد اخلاق را رعایت کنند. به دنبال این سخنان رئیس جمهور فرانسه که در حاشیه دیدار با نخست وزیر ایتالیا سخنرانی میکرد گفت که اظهارات رهبر ایران به آرامش و تفاهم کمک نمی کند. پیشتر نیز سخنگوی دولت فرانسه اظهارات آیت الله خامنه‌ای را غیر قابل قبول و باعث دشوارتر شدن مذاکرات جاری در ژنو توصیف کرد. اظهارات آیت الله خامنه‌ای در آلمان نیز تلویحاً از سوی گیدو وسترول وزیر خارجه این کشور مورد انتقاد قرار گرفت. وسترول گفت جنگ لفظی میان پایتخت‌ها کمکی به حل مناقشه نمی‌کند و اختلافات باید در ژنو مورد بحث قرار گیرند. ظاهرا اشاره وسترول به حملات لفظی جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل علیه یکدیگر است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان یک راه حل صلح‌آمیز و دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران است. نتانیاهو که در مسکو پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخن می‌گفت، افسود که راه حل باید محکم و پایدار و واقعی باشد. او گفت که این معیار هم در مورد مناقشه هسته‌ای ایران و هم در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه صادق است. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بعد از ظهر روز گذشته در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. این مذاکرات امروز پنجشنبه هم ادامه دارد و احتمال می‌رود طرفین به توافق برسند. در آستانه آغاز این مذاکرات علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز گفته بود که ایران همه حق حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای خود را بدون هیچ کم و کاستی پیگیر است و از طرفی تضمین روشن می‌دهد که به سوی سلاح هسته‌ای نمی‌رود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: در کلیت قطعنامه به طور متعدد نکات خلاف واقع ذکر شده است که منبع و مأخذی جز سایت‌های رسانه‌ای مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد. این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا تهیه شده بود، در کمیته سوم سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید و قرار است ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشر در کمیته در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را خلاف واقع خواند و گفت جمهوری اسلامی بر اساس شرع مقدس اسلام عمل می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم گفت بانیان قطعنامه در حالی به اغراق‌گویی در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند که در سابقه تاریخی و حتی امروز خود موارد سیستماتیک و وحشتناک نقض حقوق بشر را در پرونده دارند. وی افزود اگرچه در قطعنامه سال جاری به تحولات اخیر در جمهوری اسلامی ایران از جمله 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اقدامات دولت تدبیر و امید اشارات مختصری شده، ولی در کلیت قطعنامه به طور متعهد نکات خلاف واقع ذکر شده است که منبع و مأخذی جز سایت‌های رسانه‌ای مربوط به بانیان غربی این قطعنامه و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد. مرضیه افخم افزود بر اساس روال چند سال گذشته تعدادی از کشورهای غربی به پیشگامی کانادا با اهداف سیاسی و به ادعای نقض حقوق بشر قطعنامه‌ای را علیه کشورمان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به تصویب رساندند. در همین خصوص سفیر دائم ایران در سازمان ملل همین قطعنامه را غیر سازنده خوانده و دولت کانادا را که پیشنویس آن را تهیه کرده به استفاده ابزاری از کمیته سوم سازمان ملل متهم کرده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که سه‌شنبه شب با 83 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 62 رأی ممتنع به تصویب رسید، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه، آمار بالای اعدام به خصوص اعدام کودکان زیر 18 سال، فیلتر کردن و محدودیت دسترسی به سایت‌های اینترنتی، ارسال پارازیت بر شبکه‌های ماهواره‌ای و اذیت و آزار فعالان حقوق بشر انتقاد کرد. در این قطعنامه با اشاره به وعده‌های حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در برخی زمینه‌ها از جمله رفع تبعیض از زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی بیان و عقیده از این گفته‌ها استقبال شده است. ایالات متحده می‌گوید درباره متن موافقتنامه امنیتی دوجانبه با مقامات افغان به توافق رسیده است. دولت افغانستان پیشنویس این موافقتنامه را منتشر کرده. امروز لوی جرگه مشورتی با حضور 2500 نفر از سرتاسر افغانستان در کابل برگزار شد و دستور کار آن بحث روی متن این موافقتنامه امنیتی دوجانبه میان آمریکا و افغانستان است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از توافق با دولت افغانستان بر سر متن نهایی موافقتنامه امنیتی دو کشور خبر داد. ساعتی پیش از آن دولت افغانستان نیز پیشنویس توافقنامه امنیتی با آمریکا را منتشر کرده بود. این موافقتنامه شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را پس از خروج نیروهای ناتو از سال 2014 تعیین می‌کند. مطابق این پیشنویس سربازان آمریکایی خطاکار مطابق قوانین آمریکا اما در خاک افغانستان محاکمه خواهند شد. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان آمریکا و افغانستان بوده است. ایالات متحده از پیش گفته است تنها در صورتی بخشی از نیروهای نظامیش را در افغانستان نگه می‌دارد که درباره مسئولیت قضایی آنها موافقت شود. وزیر امور خارجه آمریکا گزارش‌های قبلی را در این باره رد کرده است که افغانستان از ایالات متحده خواسته بابت اشتباهاتی که در جریان 12 سال جنگ در این کشور مرتکب شده است، عذرخواهی کند. جان کری گفته حرفی از عذرخواهی در بین نبوده است. آقای کری در این حال گفته است آن بخش از نیروهای آمریکایی که در صورت توافق در افغانستان باقی میمانند وظیفه خیلی محدودی دارند. آمریکا و افغانستان در حالی بر سر متن نهایی موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند که هیچ یک از دو کشور حاضر نشدند در موارد به خصوصی کوتاه بیایند. افغانستان مدت هاست با یورش نیروهای آمریکا به خانه شهروندان افغان ابراز مخالفت کرده، به ویژه با یورش شبانه که از دید افغانها حریم زنان در خانه‌هایشان را نقض می‌کند. در روزهای گذشته منابع خبری در افغانستان و آمریکا گفته بودند که اختلاف نظر در این باره باعث شده بود مذاکرات برای موافقتنامه امنیتی دو جانبه به بنبست بخورد. از سوی دیگر آمریکا همواره تاکید کرده است نیروهایی که پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان بمانند باید مسئولیت قضایی داشته باشند. این مسئله در عراق هم مایه اختلاف نظر شد و در نهایت ناتوانی در حل کردن آن به خروج یکباره نیروهای ایالات متحده از آن ختم شد. آژانس اطلاعاتی نظامی نروژ میگوید شنود 33 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان نروژی که در روزنامه‌های این کشور بازتاب یافته است توسط آژانس انجام شده، نه آژانس امنیت ملی آمریکا. موضوع شنود مکالمات تلفنی در سطح جهان و جاسوسی‌های گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا هفته‌هاست که در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفته است. روزنامه نروژی داگبلادت گزارشی را بر اساس اطلاعات به دست آمده از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، منتشر کرد که نشان می‌دهد طی زمستان گذشته ظرف یک ماه 33 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان نروژی شنود شده است. این روزنامه در گزارش خود آورده است که این شنودها توسط آژانس امنیت ملی آمریکا انجام شده، اما به گزارش خبرگزاری رویترز سرویس اطلاعاتی نروژ در همین روز این بخش از این گزارش را تکذیب کرد. به نوشته رویترز رئیس آژانس اطلاعات نظامی نروژ در یک نشست خبری گفت که این اقدام گردآوری اطلاعات از نروژ علیه نروژ نبود، بلکه جمع‌آوری اطلاعات توسط نروژ بود که با آمریکایی‌ها نیز در میان گذاشته شده بود. وی افزود این گردآوری اطلاعات توسط سرویس اطلاعاتی نروژ و به منظور حمایت از عملیات‌های نظامی نروژ در مناطق بحرانی خارج از کشور یا جنگ علیه تروریسم که آن هم خارج از کشور انجام شده است می باشد. در گزارش روزنامه داگبلادت آمده است که اطلاعات 33 میلیون مکالمه تلفنی از 10 دسامبر 2012 تا 8 ژانویه 2013 شنود شده است و این میزان از شنود می تواند تمامی 5.1 میلیون نفر جمعیت نروژ را در بر گرفته باشد. ارنا سولبگ نخست وزیر نروژ پس از شنیدن گزارش روزنامه داگبلادت در مصاحبه با رادیو تلویزیون دولتی نروژ با اشاره به آمریکا گفت که دوستان نباید از هم جاسوسی کنند. انجام کارهای اطلاعاتی مشروع است، اما این اقدامات باید هدفمند باشد و تنها موارد مشکوک را هدف بگیرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که برد موشک‌های دریایی سپاه پاسداران به 350 کیلومتر رسیده است. تلاش‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسعه امکانات موشکی خود در سال‌های اخیر با نگرانی‌هایی در منطقه و در سطح بین‌المللی روبرو شده است. قطعنامه‌های سازمان ملل در تحریم ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای جنجال برانگیز آن متوجه تلاش‌های موشکی جمهوری اسلامی نیز بوده است. در غرب این نگرانی‌ها وجود دارد که امکانات موشکی ایران در خدمت برنامه اتمی غیر صلح‌آمیز آن قرار گیرد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرده است که برد موشک‌های دریایی سپاه پاسداران به 350 کیلومتر رسیده است. آقای فدوی اضافه کرده است سپاه پاسداران به حدی از توانمندی رسیده است که رصد ناوهای خارجی در منطقه به صورت شبانه روزی انجام می شود. پیشتر سرتیپ امیرعلی حاجی زاده گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و این کشور قادر است اسرائیل را که 1200 کیلومتر از ایران فاصله دارد هدف قرار دهد. سرتیپ حاجی زاده همچنین گفته بود آمریکا زحمت ایران را کم کرده چون پایگاه‌هایش از 120 کیلومتر تا 700 کیلومتر در اطراف ایران وجود دارند و با همین موشک‌ها می‌توان همه هدف‌های آمریکا را در منطقه مورد اصابت قرار داد. این فرمانده ایرانی گفته بود که ایران از ناحیه کشورهای دیگر احساس تهدید نمی‌کند و موشک‌هایش را بر اساس اهداف آمریکایی در منطقه و اسرائیل طراحی کرده است. در همین رابطه قبلا نیز دو روزنامه اسرائیلی با استناد به دو گزارش منتسب به سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعه آن اعلام کرده بودند که ایران با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توانسته برنامه موشکی خود را با سرعتی بیش از گذشته دنبال کند. اعلام افزایش برد موشک‌های سپاه توسط فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال حمله هوایی اسرائیل به ایران در مخالفت با محتوای مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بیان شده است. این اظهارات میتواند تهدید و هشدار غیر مستقیم یک فرمانده سپاه علیه اسرائیل و دیگر کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس باشد. یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد با تصمیم دولت حسن روحانی پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین آن خواهد شد. این اظهار نظر در شرایطی است که پیش از این دولت بارها اعلام کرده بود برای پرداخت یارانه ها دچار کسری بودجه 14,000 میلیارد تومانی است. نزدیک به 3 سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد قانون هدفمندسازی یارانه به اجرا درآمد. بدین ترتیب دور اول هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذر ماه 89 آغاز شد. اما علیرغم پرداخت منظم یارانه ها در دولت پیشین، دولت مردان جدید احمدی نژاد و تیم او را متهم می کنند که برای تأمین منابع پرداخت یارانه دست به اقدامات غیرقانونی فراوانی زدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگوید با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. غلام علی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت شرایط اقتصادی کشور ما حکم می کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم، به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می کند. جعفرزاده ایمنآبادی با تاکید بر اینکه پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می‌دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به صورت غیر نقدی پرداخت می شود گفت غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود و این عدالت نیست. وی با اشاره به اینکه حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است گفت کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد. جعفرزاده ایمنآبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه نقدی چه خواهد بود گفت کالاهای مصرفی در قالب بن کالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد. آقای ایمنآبادی در پایان هم با بیان اینکه بن کالا با کپون که در گذشته ارائه می‌شد متفاوت است گفته است عده‌ای فکر می‌کنند این بن کالا همان کپون است، در صورتی که این گونه نیست. در کپون توزیع کالا برای حذف دلالان بود، در حالی که با این روش کالا توزیع نمی‌شود، بلکه یارانه‌ای که افزایش توان قدرت خانوار را در پی دارد در دستور کار دولت است. پیشتر دولت روحانی با اعلام اینکه منابعی برای تأمین پرداخت یارانه ها ندارند، در صدد بودند با تصویب طرحی چند دهک ثروتمند را از قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف کنند. اما با اعلام کسری بیش از حد بودجه چندی پیش دولت جدید هشدار داد که ممکن است به زودی پرداخت یارانه ها قطع شود. در این خصوص محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد امکان حذف کامل پرداخت یارانه ها وجود دارد. در دولت روحانی تاکنون 3 نوبت یارانه پرداخت شده است. دولت مردان جدید احمدی نژاد را متهم کردند که در راستای تامین منابع اجرای هدفمند کردن یارانه ها پول زیادی به خلاف قانون از شرکت‌های تابع بخش انرژی برداشته است. آقای زنگنه در این خصوص گفته بود یک عده آدم که فهم عمیقی از حوزه انرژی نداشتند به خاطر اجرای هدفمندی یارانه ها دستگاه‌های بزرگ بخش انرژی کشور را به طور کلی نابود کردند. کانه افراد مثل کسی است که سوار بر یک آمبولانس برای رساندن مریض به مقصد در راه صدها نفر را زیر گرفته و کشته و هزاران دست و پا را شکسته است. این دوستان به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه‌های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون نابود کردند. اسماعیل احمدی مقدم در گفتگوی تفصیلی با رسانه‌ها در خصوص بازداشتگاه کهریزک و مرگ ستار بهشتی اظهار نظر کرد و صراحتاً گفت مقصر اصلی بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی بوده است. پرونده کهریزک به مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 در اثر شکنجه در این بازداشتگاه ارتباط دارد. در این پرونده چند تن از مقامات قضایی وقت از جمله سعید مرتضوی به اتهام صدور دستور انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار گرفتند و برای آنها احکام قضایی صادر شد. سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک پیشتر گفته بود که از اقدامات انجام شده در کهریزک پشیمان نیست. اسماعیل احمدی مقدم در گفتگوی با خبرگزاری‌های ایران گفته است که کهریزک بازداشتگاهی بود که به گفته وی اراذل و اوباش را آنجا می‌بردند و وی با انتقال معترضان به انتخابات 88 به آن بازداشتگاه مخالف بوده است. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مرتضوی مقصر اصلی این حادثه بوده است گفت: من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکردم که صبح همان روز جلسه پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجانیز ثبت شد. وی افسوده است: من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در جمع جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی با آنها بدرفتاری نکنید. اما تاکیدات من به مرحله اجرا نرسید و هر بند که ظرفیت 50 نفر را داشت 170 تن را در آن جا دادند. در تیر ماه سال 1388 و در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعدادی از معترضان بازداشت شده به دستور دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و تعدادی از آنها در اثر بدرفتاری ماموران کشته شدند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت او، ولی اکبر حیدری فرد، دادیار وقت دادستانی تهران، متهمان پرونده هستند. سرانجام دادگاهی برای این قضات تشکیل شد و این افراد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. بر این اساس سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده نیز، به 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفتگوی خود در خصوص مرگ ستار بهشتی هم گفته است: در مورد این حادثه از پلیس فتا سوالات بسیاری مطرح است. قسمت بد این داستان برخورد غیر محترمی بود که با این فرد داشتند، به گونه‌ای که صحنه دستگیری این فرد خشن و تند بود و در حضور مادرش این پسر را که با مادرش تنها زندگی می‌کرد و منزوی بود دستبند زده و روی زمین کشانده بودند که علائم کبودی نیز بعدا مشخص شد به دلیل دستبند و رفتار خشن بوده است و جای سوال این است که اصلا چه لزومی داشت که برخورد خشن با این فرد صورت گیرد. پس از مرگ آقای بهشتی، 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه اعلام کردند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده، در حالی که به شدت شکنجه شده بود و آثار شکنجه های مختلف در تمام بدنش مشخص بوده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دوشنبه 13 آبان منتشر شد نوشت که اکبر تقی‌زاده، یک مأمور پلیس فتا که همکنون زندانی است، قاتل فرزند اوست. دولت پاکستان اعلام کرد قصد دارد ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور، را محاکمه کند. رئیس جمهور سابق این کشور متهم است قانون اساسی را در سال 2007 از درجه اعتبار انداخته و به تعلیق درآورده است. وی در صورت اثبات اتهام به مرگ یا حبس ابد محکوم خواهد شد. آقای مشرف در سال 2008 در پی شکلی ائتلاف احزاب مخالف وی و تهدید به استیضاح و برکناری از قدرت خود کنار رفت. دولت پاکستان سرانجام بعد از کشمکش قضایی طولانی خواستار محاکمه ژنرال پرویز مشرف به اتهام خیانت شده است. رئیس جمهور سابق این کشور متهم است که قانون اساسی را در سال 2007 از اعتبار انداخته و به تعلیق درآورده است. چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان، گفته است که دلیل اتخاذ چنین تصمیمی بر پایه حکم دیوان عالی کشور و نیز گزارش کمیته تحقیق بوده است که طبق آن پرویز مشرف متهم به اعلام وضعیت فوق‌العاده و به تعلیق درآوردن قانون اساسی کشور و لغو انتخابات پارلمانی در سال 2007 شده است. به گفته وی، دولت همکنون شواهد کافی برای کشاندن پرویز مشرف به دادگاه به دلیل این اتهام را در اختیار دارد. چودری نثار علی خان تصریح کرد این برای نخستین بار در تاریخ پاکستان است که چنین اتفاقی می‌افتد و این تصمیم بر مبنای منافع ملی کشور گرفته شده است. بر اساس ماده 6 قانون اساسی پاکستان برای جرم خیانت مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است. در همین حال وکیل آقای مشرف اعلام کرده است که موکلش در دادگاه از خود در برابر تمامی اتهامات وارد دفاع خواهد کرد. حزب مسلم لیگ سراسر پاکستان متعلق به پرویز مشرف نیز دولت نواز شریف را به انتقامگیری سیاسی متهم کرده است. وزیر کشور پاکستان با رد این اتهام گفته است که دولت در پی انتقامگیری نیست. چودری نثار علی خان اضافه کرده است که دولت به طور کتبی تقاضای خود برای محاکمه پرویز مشرف و تشکیل دادگاه راه به دادگاه قانون اساسی کشور خواهد فرستاد. پرویز مشرف در سال 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر را سرنگون کرده و قدرت را در پاکستان به دست گرفت. آقای مشرف در سال 2008 در پی شکل‌گیری ائتلاف احزاب مخالف وی و تهدید به استیضاح و برکناری از قدرت کنار رفت. او بعد از 4 سال تبعید در لندن و دبی مارس امسال برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت، اما در ماه آوریل دستگیر و در حصر خانگی قرار گرفت. اوایل ماه نوامبر وی از حصر خانگی آزاد شد، اما همزمان وزارت کشور پاکستان قرار ممنوع الخروجی وی را صادر کرد. وزارت دادگستری پاکستان از زمان بازگشت پرویز مشرف از تبعید چندین پرونده علیه وی را به جریان انداخته است. مشارکت در قتل بینظیر بوتو یکی از مهمترین این پرونده هاست. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق شنبه گذشته برای اولین بار طی 2 دهه اخیر از مناطق کردنشین ترکیه بازدید کرد. آقای بارزانی که در این دیدار مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار گرفت، تلاش‌های آقای اردوغان در زمینه مذاکرات اخیر صلح و همچنین اصلاحات سیاسی در این کشور را ستود و خطاب به مردم ترکیه عنوان کرد: از برادران و خواهران ترک و کرد خود می‌خواهم در زمینه مذاکرات صلح دولت را یاری دهند. سفر آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به ترکیه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت هستش. بسیاری عقیده دارند که این سفر یک برد سیاسی برای آقای اردوغان محسوب میشه و اون رو به هوش و درایت سیاسی آقای اردوغان نسبت میدن. موضوع روشن هستش. آقای مسعود بارزانی یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی کرد در منطقه برای اولین بار به دعوت آقای اردوغان به ترکیه میاد، اون هم به دیاربکر، جایی که به هر حال پایتخت مناطق کردی ترکیه محسوب میشه، جایی که نقطه اتکا و قوت PKK هستش و بسیاری از شخصیت‌های پرنفوذ کردی که مواضع نزدیک به PKK رو دارن در اونجا حضور دارن. به هر حال دولت ترکیه نیاز داره که آرامش رو در این مناطق برقرار بکنه، به نوعی اعتماد از دست رفته رو احیا بکنه و این موضوع رو به مردم در واقع القا بکنه که دولت در تلاش هست در جهت احقاق حقوق حقیقی مردم کرد و کدورت‌هایی که میان دولت و مردم کرد در طی چند دهه به وجود اومده رو برطرف بکنه. و به هر حال چه کسی بهتر از پرنفوذترین شخصیت سیاسی کرد که محبوبیت زیادی رو هم در میان مردم کرد منطقه داره همچون آقای مسعود بارزانی. بسیاری عقیده دارن که اینطور میشه استنباط کرد از سفر آقای بارزانی به دیاربکر که آقای بارزانی آمده تا در واقع اعلام خوشبینی بکنه نسبت به اقدامات اخیر آقای رجب طیب اردوغان در مذاکرات صلح. این موضوع رو البته ما در سخنرانی ایشون در میان هزاران نفر از مردم دیاربکر هم می‌بینیم، جایی که عنوان میکنه اقدامات آقای اردوغان اقداماتی شجاعانه هستن. موضوعی که شاید زیاد هم به مذاق برخی از طیف‌های کردی نزدیک به PKK هم چندان خوش نیامده. اما مسئله دوم مسئله انتخابات آتی محلی است که قرار هست در ترکیه برگزار بشه که بسیار اهمیت داره برای حزب عدالت و توسعه. به هر حال بالغ بر 30 میلیون کرد در ترکیه زندگی میکنن، به خصوص در این مناطق جنوبی و در همین مناطق دیاربکر و حاشیه که به هر حال کسب رأی از طریق انتخابات محلی برای حزب عدالت و توسعه بسیار مهم هستش در این زمینه. اما یک رقیب قدرتمندی رو حزب عدالت و توسعه داره و اون هم حزب صلح و دموکراسی است که اتفاقا یک حزب کردی هستش و نفوذ زیادی در این مناطق داره و گفتنی هستش که به هر حال مواضع نزدیک به PKK رو هم داره. رقابت سختی رو به نظر میرسه که حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان در این مناطق خواهد داشت. بسیاری عقیده دارن سفر آقای بارزانی به مناطق کردنشین و دیدارش با آقای اردوغان میتونه تاثیرات مثبت خودش رو هم بر این رقابت‌های انتخاباتی بگذاره و به نوعی میشه هم گفت که یک پشتوانه معنوی برای آقای اردوغان در این زمینه هستش. اما مسئله سوم که بسیار مهم هستش موضوع دسته‌بندی‌های اخیر در شمال سوریه هستش، ایجاد شورای خودگردانی مناطق کردنشین، اون هم به دست در واقع حزب اتحاد دموکراتیک کردستان که از اون به عنوان شاخه سوریه پکاکا نام برده میشه. برای دولت ترکیه ایجاد یک منطقه خودگردان بیخ گوش ترکیه در سوریه بسیار نگران کننده و ناراحت کننده هستش و به هر حال این موضوع هم با حضور آقای مسعود بارزانی به نوعی بخش بزرگی از نگرانی‌های آقای رجب طیب اردوغان رو میتونه برطرف بکنه. همون موقع بلافاصله بعد از اعلام ایجاد شورای خودگردانی مناطق کردنشین در سوریه، آقای بارزانی مرزبندی خودش رو با این تشکیلات اعلام کرد و از ایجاد یک چنین تشکیلاتی انتقاد کرد. این موضوع به هر حال میتونه یک آرامش نسبی رو در شرایط کنونی به دولت ترکیه در این زمینه بده. به هر حال در کنار تبعات سیاسی این سفر، تبعات اقتصادی هم داشته. عقد قرارداد در زمینه استخراج نفت و اکتشاف نفت و گاز در اقلیم کردستان، همینطور موضوع وساطت دولت ترکیه میانه در مورد اختلاف موجود اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بر سر تقسیم درآمدهای حاصل از نفت که مدت هاست میدونیم اقلیم کردستان بر سر تقسیم درآمدهای حاصل از نفت با دولت مرکزی اختلاف داره. قرار شده که یک بانک ترکی در واقع به صورت امان این درآمدها رو در اختیار بگیره تا پس از حل و فصل مسائل این درآمدها نیز به نسبه میان اقلیم کردستان و دولت عراق تقسیم بشه. با سپاس از همراهی شما. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ما نیز تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان.